أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم به خداوند از شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والمحصنات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم همچنان بر شما نکاح زنان شوهردار حرام شده است، مگر آن زنانی که به حیث اسیر جنگی مالک ایشان شده اید. اینها حکم خدا بر شما است. بجز اینها نکاح دیگر زنها همه برای شما حلال است، در صورتی که مهرشان را بپردازید، آنها را به نکاح درآورید و از زنا خودداری ورزید و چون از زنان کام جستید، پس مهرشان را به حیث یک فریضه بپردازید. بعد از تعیین مهر بر شما گناهی نیست در آنچه با رضایت کامل درباره کم و یا زیاد کردن بعد از تعیین مهر به آن توافق کردید. حقا که خداوند دانای صاحب حکمت است. و من لم یستطع منکم قولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم.
اگر کسی از شما توان آن را ندارد که زنان پاکدامن مسلمان را نکاح کند، می توانید از دختران جوان مسلمانی که ایشان را مالک شده اید به نکاح بگیرید و خداوند به ایمان شما داناتر است. شما از یک دیگر هستید، چه برده باشید و چه آزاد. ایشان را به اجازه کسانشان نکاح کنید و مهرشان را بپردازید، در حالی که با عفت باشند، نه آن که به فحشا متوسل شوند و نه هم دوستان پنهانی بگیرند. و چون در قید نکاح در آورده شدند، اگر به فحشا پرداختند، مجازاتشان نیمه مجازات زنان آزاد است. این اجازه نکاح کنیز برای کسی از شما است که از فجور بترسد، و اگر صبر کنید این برای شما بهتر است، و خداوند آمرزگار مهربان است. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. خداوند می خواهد برای شما روش های کسانی را که پیش از شما بودند روشن کند و نشان بدهد و شما را ببخشاید. خداوند دانای صاحب حکمت است. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خداوند می خواهد که توبه شما را بپذیرد، ولی کسانی که از شهوات پیروی می کنند می خواهند که شما بسیار منحرف شوید. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. خداوند می خواهد بار شما را سبک گرداند و انسان ضعیف آفریده شده است. یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا ای مؤمنان، دارایی خود را در میان خیش به ناحق مخورید، بلکه باید به اساس تجارت باشد که با رضایت شما صورت گیرد و خیشتن را مکشید، حقا که خداوند به شما مهربان است. و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. و اگر کسی این کار را بناحق و از روی ستم بکند، به زودی ما او را به آتش می افکنیم و این کار برای خداوند آسان است. این تجتنب کذا اگر شما از گناهان کبیره‌ای که از ارتکاب آنها
نهی شده اید اجتناب ورزید، گناهان شما را از شما می زداییم و شما را به مقام گرامی داخل می کنیم. و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. برتری هایی که خداوند به بعض شما نسبت به بعض دیگر ارزانی کرده آرزو مبرید. مردان از چیزی که کسب کرده اند بهره‌ور می شوند و زنان از چیزی که کسب کرده اند بهره‌ور می شوند و از فضل و احسان خداوند بخواهید، حقا که خداوند به همه چیز داناست. و لکل جعلنا موالی من ما ترک وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. برای هر کس از آن چه مادران، پدران و اقارب از دارایی خود گذاشته اند وارثان قرار داده ایم و نیز با کسانی که با ایشان عهد بسته اید، پس حصه هر کدامشان را بدهید، حقا که خداوند بر هر چیز گواه است. مردان سرپرست زنان اند، یعنی بر زنان تسلط دارند، از سبب این که خداوند بعض را بر بعض برتری داده است و نیز به این سبب که از مالهای خود خرچ می کنند. پس زنان نیکوکار فرمان بردارند و در غیاب شوهر خود مال و آبروی او را به نگهبانی خدا پاسداری می کنند. زنانی که از بدخوییشان می ترسید آنها را نخست نصیحت کنید و باز ایشان را در بستر جدا از بستر خیش قرار دهید. باز ایشان را با آهستگی بزنید. به این ترتیب اگر ایشان شما را فرمان بردند
پس راه را برای الزام بر ایشان مجوید، حقا که خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. و این خفتم شقا اگر از اختلاف بین ایشان ترسیدید، پس داور از وابستگان مرد و حکم از وابستگان زن بفرستید. اگر اراده اصلاح داشته باشند، خداوند بینشان موافقت می آورد. حقا که خداوند دانای آگاه است. خدا را پرستش کنید و به او چیز را شریک میاورید و با پدر و مادر خیش به نیکویی رفتار نمایید و نیز با خیشاوندان، یتیمان، نیازمندان، همسایگان خیشاوند، همسایگان بیگانه، همنشین نزدیک و مانده در راه و به برده هایی که مالکشان هستید. حقا که خداوند متکبر و خودخواه را دوست ندارد. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا آنهایی را که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل فرا می‌خوانند و آنچه را خداوند از فضل خیش به آنها اعطا کرده پنهان می‌کنند، بیگمان ما برای کافران عذاب اهانت‌آمیز مهیا ساخته‌ایم. و آنهایی که داراییشان را ریاکارانه مصرف می کنند تا آن را به مردم نشان دهند و نه به خداوند و نه هم به روز آخرت ایمان دارند. کسی که شیطان یار او باشد، پس چه بد یار است شیطان. و ماذا علیهم لو آمنوا بالله و اليوم الآخر و انفقوا مما
و آیا چه زیان بر آنها وارد می شد اگر به خدا و روز آخرت ایمان می آوردند و از آنچه خداوند به ایشان روزی نموده خرچ می کردند و خداوند به حال ایشان دانا است. یقیناً که خداوند به قدر ذره هم ظلم نمی کند. اگر عمل نیک باشد آن را دو چندان می گرداند و از نزد خود مزد بزرگ می دهد. چگونه خواهد بود آنگاه که ما از هر قوم گواه بیاوریم و تو را بر اینها گواه بیاوریم؟ یوم ایدی یود الذین کفر و عصر رسول لو تسوا بهم الارض و لا یکتمون حدیثا. در آن روز آنان که کافرند و پیامبر را نافرمانی کردند آرزو می کنند ای کاش زمین با ایشان یکسان می شد و ایشان هرگز سخن را از خداوند پوشیده نمی توانند. ای مؤمنان، در حالی که نشه هستید به نماز نزدیک مشوید تا هر آنچه را می خوانید بدانید و نه هم در حال جنابت به نماز نزدیک شوید مگر آن که عبور کننده از راه یعنی مسافر باشید تا این که غسل نمایید. اگر مریض و یا به سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان مباشرت ورزیدید و آب نیافتید، پس به خاک تیمم کنید به این ترتیب که با آن رویها و دستهای خود را مسح کنید. خداوند بیگمان بخشایشگر آمرزگار است. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا
آیا به سوی کسان ندیدی که برایشان بهره از کتاب داده شده بود؟ ایشان گمراهی را می خرند و می خواهند شما نیز گمراه شوید. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خداوند به حال دشمنان شما داناتر است. خداوند به حیث کارساز و مددگار کافی است. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن از یهودیان کسانی هستند که کلمات را از جاهای درست آن تحریف کرده میگویند می شنویم و نافرمانی می کنیم و بشنو که هرگز شنونده نشوی و با پیچانیدن زبان خیش طعنه زنان بدین میگویند رعینا، اما اگر ایشان گفتند مشنویم و فرمان میبریم و بشنو و به سوی ما نظر کن، این کار برایشان بهتر و مناسبتر می بود. مگر خداوند به ایشان به سبب کفرشان لعنت کرد، پس ایمان نمی آورند مگر تعداد کمشان. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها وكان أمر الله مفعولا. ای کسانی که به شما کتاب داده شده است، به آنچه ما نازل کردیم و تصدیق کننده کتاب است که با شما است ایمان آورید، پیش از این که صورت بعضی از شما را دگرگون کنیم و آنها را سر بگردانیم یا آنها را لعنت کنیم، چنانچه اهل سبت یعنی نقض کنندگان مقررات شنبه را لعنت کردیم و فرمان خدا حتما عملی شدنی است. این
خداوند هرگز این را نمی آمرزد که به او شریک آورده شود و جز این هر گناه را برای هر کسی که بخواهد می آمرزد و کسی که بخواهد شریک آورد بیگمان به این افترا گناه بزرگ را مرتکب شده است. آیا ندیده ای کسانی را که خود را تزکیه می کنند؟ بلکه خداوند هر کسی را که بخواهد پاک می گرداند و به ایشان کمترین ستم نمی شود. ببین ایشان چطور این دروغ را به خداوند می‌بندند و این امر به حیث گناه آشکار بسنده است. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که به ایشان بهره از کتاب داده شد به جبت و طاغوت می گروند، به خرافات و شیطان تعظیم می کنند و به کافران می گویند که ایشان نسبت به مسلمانان رهیاب ترند؟ اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصيرا. آنها کسانی هستند که خداوند ایشان را لعنت کرده است و کسی را که خداوند لعنت کند هرگز برای او مددگار نمییابی. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون آیا ایشان را در پادشاهی و یا قدرت سهمی بود؟ در این صورت کمترین چیز به مردم نمی دادند. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا یا به مردم به سبب آنچه خداوند به ایشان از فضل خود داده حسد می‌ورزند، در حالی که ما به خانواده ابراهیم کتاب و حکمت را داده و به ایشان سلطنت عظیم را ارزانی داشتیم؟ وكفى بجهنم
بعض از ایشان به آن ایمان آوردند و بعض از ایشان روی برگردانیدند و دوزخ به حیث آتش فروزان بسنده است. ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. آنانی را که آیات ما را تکذیب کردند به زودی در آتش می افکنیم. هر بار که پوست بدنشان بسوزد بدن ایشان را به پوست دیگر تبدیل می کنیم تا عذاب را بچشند. حقا که خداوند صاحب قدرت متین و با حکمت است. والذین آمنوا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند، ما به زودی ایشان را در بهشت های داخل می گردانیم که در زیر درختان آنها جویبارها جاری است. در آن جاودانه به سر می برند و در آنجا برای ایشان همسران پاکیزه می باشد. ایشان را در سایه پاینده جای می دهیم. خداوند به شما امر می کند تا امانتها را به اهل آن بسپارید و چون در بین مردم داوری می کنید قضاوت عادلانه نمایید. حقا که خداوند به شما پند و اندرزهای خوب می دهد. بیشک که خداوند شنوای بینا است. خیر و احسن تأویلا. ای مؤمنان،
خدا و پیامبر را فرمان برید و کسانی را از خود فرمان برید که صاحب امر شما اند. هرگاه بر چیز در میان خود اختلاف کردید، آن را به خداوند و پیامبر او ارجاع کنید. اگر به خداوند و به روز آخرت ایمان دارید، این کار بهتر و نیک فرجام تر است. الم تر ایلی آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه به تو و به کسان پیش از تو نازل شده ایمان دارند، در حالی که می‌خواهند داوری را به شیطان محول کنند؟ با اینکه به ایشان حکم شده است تا از پیروی شیطان خودداری نمایند، شیطان می‌خواهد که ایشان را در نهایت گمراهی قرار دهد. و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل گردانیده و به سوی پیامبر بیایید، منافقان را می‌بینی که روی خود را از تو با کینه‌توزی می‌گردانند. پس چطور است وقتی که به مصیبت گرفتار شوند به سبب اعمالی که همین اکنون انجام داده اند، سپس پیش تو بیایند و به خداوند سوگند یاد کنند که مقصد ما جز نیکی و موافقت چیز دیگر نبوده است؟ ایشان کسانی اند که خداوند آنچه را در دلهایشان است می داند، لذا از ایشان اعراض کن و به ایشان در حق خودشان سخن مؤثر بگویی.
ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای این که مطابق به فرمان خدا از او اطاعت شود. اگر آنها هنگامی که به خود ظلم کرده بودند به نزد تو می آمدند و آمرزش خدا را طلب می کردند و پیامبر برایشان آمرزش می طلبید، واقعا خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. اما نخیر، به پروردگار تو سوگند که ایشان ایمان نمی آورند، یعنی مؤمن راستین شمردن نمی شوند تا تو را در تمام منازعات خود داور سازند و سپس در برابر فیصله های تو هیچ احساس دلتنگی نکنند و به این فیصله ها با کمال انقیاد تسلیم شوند. اگر ما به ایشان به مانند امتهای پیشین امر می کردیم که خود را بکشید یا از وطن خود بیرون شوید، این کار را نمی کردند مگر عده محدود از ایشان. اما اگر ایشان آنچه را برایشان پند داده می شود واقعا انجام دهند، حقا که این برایشان بهتر است و باعث تقویت ایمانشان می گردد. و اذا لآتیناهم من لدن و در آن صورت البته برایشان از نزد خود مزد بزرگ می دادیم. و لهدیناهم صراطا مستقیما، و بیشک با آنها راه راست را نشان می دادیم. و کسی که خداوند و پیامبر او را فرمان برد، پس او در زمره کسانی است که خداوند بر ایشان نعمتهای را ارزانی کرده است. از پیامبر، صدیقان، شهیدان و راستکاران و چه دوستان نیکویی. این است فضل از جانب خداوند و خداوند به حیث دانا بسنده است.
ای مؤمنان، آمادگی خود را در برابر دشمن بگیرید و با در نظر داشت شرایط به جهاد گروه گروه بیرون شوید یا همه یک جا بیرون شوید. و این یقیناً در بین شما کسی هست که آهنگ جهاد را کن می سازد. اگر به شما مصیبت برسد می گوید خداوند بر من منت نهاد که در میانشان حاضر نبودم. اما اگر به شما فضل از جانب خداوند برسد، به یقین می گوید، ای کاش من با ایشان می بودم تا از این پیروزی بزرگ بهره‌مند می گشتم. گویا میان شما و او هرگز پیوند از محبت وجود نداشته است. پس در راه خدا باید کسانی بجنگند که زندگی این دنیا را در برابر آخرت می فروشند. کسی که در راه خدا می جنگد خاک کشته می شود یا پیروز می گردد، به زودی ما به او مزد بزرگ می دهیم. و چرا شما در راه خدا نجنگید و برای نجات بیچارگان از مردان، زنان و کودکان که می گویند پروردگار ما، ما را از این دیار که اهل آن ستمگارند بیرون آور و برای ما از جانب خود سرپرست را مقرر گردان و برای ما از جانب خود مددگار را تعیین فرما؟ Thank you.
الشیطان کان ضعیفا. مؤمنان در راه خدا می جنگند و کافران در راه شیطان، پس شما با دوستان شیطان بجنگید، واقعا حیله و نیرنگ شیطان ضعیف است. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل آیا ندیدی کسانی را که برایشان گفته شد دستهای خود را از جنگ باز دارید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید، ولی چون برایشان حکم جنگ صادر شد ناگاه گروه از آنان از مردم به اندازه ترسیدن که می بایست از خدا بترسند یا ترس بیشتره؟ آنها گفتند پروردگار ما، چرا بر ما جنگ را فرض گردانیدی؟ ای کاش ما را تا مدت کوتاه مهلت می دادی. بگو متای این دنیا اندک بوده و آخرت برای پرهیزگاران بهتر است و در حق ایشان کوچکترین ستمی نمی شود. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی برود مشیده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. در هر جایی که باشید مرگ شما را در می‌یابد، اگر چه در برج‌های مستحکمی باشید. اگر به ایشان خوبی برسد می‌گویند این از جانب خداوند است، اما اگر به ایشان بدی برسد خطاب به پیامبر می‌گویند این از جانب تو است. بگو همه چیز از جانب خداست، پس این مردم را چه شده است که از فهم سخن بدورند؟
ای انسان، هر آنچه از خوبی برای تو رسیده است از جانب خداوند است، ولی هر آنچه به تو از بدی رسیده از جانب خود تو است. ما تو را به حیث پیامبر برای مردم فرستادیم و خداوند به حیث گواه بسنده است. هر که پیامبر را فرمان می برد، پس در حقیقت خداوند را فرمان برده است، و کسی که اعراض می کند، پس ما تو را به حیث نگهبان بر ایشان نفرستادیم. ایشان دم از اطاعت می زنند، اما وقتی که از نزد تو بیرون می روند، عده‌ای از ایشان شب را به حرف‌های غیر از آنچه تو می گویی می گذرانند. خداوند دسایس شبانه ایشان را در نامه اعمالشان می نویسد. از ایشان روی برگردان و به خدا توکل نما، و یقینا خداوند به حیث کارساز بسنده است. افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا در قرآن غور نمی کنند؟ اگر این کتاب از جانب غیر خداوند می بود، البته در آن اختلاف زیاد می یافتند. و لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هنگامی که به ایشان خبر از امن و یا ترس بیاید، آن را افشا می کنند. اگر آن را با پیامبر و کسانی که از میان خودشان صاحب صلاحیت می باشد ارجاع می کردند، بیگمان کسانی که در زمینه قدرت تحلیل مسائل را دارند می دانستند کدام خبر قابل افشا و کدام خبر در خور اخفا است. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود، جز تعداد کم از شما همه از شیطان پیروی می کردید. إلا نفسك
پس در راه خدا پیکار کن، تو صرف در مورد خود مکلف هستی و مسلمانان را به این امر تشویق بنما، شاید خداوند کافران را از شدت کارزار باز دارد. خداوند هم در قدرت خود و هم در مجازات خیش شدیدتر است. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا وكان الله على كل شيء مقيتا. کسی که به نیکویی سفارش می کند برایش بهره از ثواب آن داده می شود و کسی که به امر ناشایسته سفارش می کند برایش سهم از گناه آن داده می شود و خداوند بر هر چیز نگهبان و توانا است. و اذا حییتم بتحیت فحیو بی احسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. چون به شما تحیت گفته شود، یعنی سلام گفته شود یا هدیه داده شود، پس نیکوتر از آن به او پاسخ دهید و یا مثل آن، حقا که خداوند همه چیزها را محاسبه می کند. الله لا خداوند معبود است، جز او معبود نیست. یقینا همه شما را در روز قیامت که در آن شک نیست جمع می کند و کیست که در سخن خیش از خدا راستگوتر باشد؟ فما لکم فی المنافقین فئتین و الله ارکسه بما کسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شما را چه شده است که در مورد منافقان دو فرقه شدید؟ خداوند ایشان را در برابر اعمال مفسدانه ایشان نگونسار گردانید. آیا می خواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده است هدایت نماید و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او راه یافته نمی توانی؟ في سبيل الله
آنان دوست دارند که شما هم کافر شوید، همان طوری که ایشان خود کافر شدند، و به این ترتیب با هم برادر می شوید. پس شما از ایشان دوستان نگیرید تا در راه خدا مهاجرت کنند، و اگر روی برتابند در هر جایی که آنان را می یابید بگیرید و بکشید، و از آنان کسی را دوست و مددگار نگیرید. مگر کسانی که با قوم پیوست شوند که بین آن قوم و شما معاهده صلح برقرار است، یا کسانی که سوی شما می آیند و از جنگ با شما و همکاری در جنگ با مردم خودشان که در برابر شما صورت می گیرد دلتنگ شدند. اگر خداوند می خواست ایشان را بر شما مسلط می گردانید، پس با شما جنگ می کردند. بنابران اگر ایشان از شما کناره گیرند و با شما جنگ نکنند و در عوض به شما پیشنهاد صلح کنند، در آن صورت خداوند برای شما در برابر ایشان راه برای جنگ نداده است. عده دیگر را در خواهید یافت که می خواهند تا با منافقت هم از ناحیه شما در امان باشند و هم از ناحیه قوم خود در امان باشند. هر باری که به فتنه باز می گردند، یعنی به قریش می پیوندند، در آن سرنگون می گردند. اگر از جنگ با شما کناره نگیرند و به شما تضمینات صلح ندهند و از این فتنه انگیزی دست بردار نشوند، پس در هر جایی که ایشان را می یابید بگیرید و بکشید. آنهایان که شما را بر ایشان تسلط آشکار داده ایم. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. برای هیچ مسلمان مجاز نیست که مسلمان دیگر را بکشد مگر به گونه خطا، و کسی که مسلمان را به خطا بکشد پس کفاره آن آزاد کردن برده مسلمان است و خونبهای پرداخته شده به خانواده او، مگر آن که ابراد هند. اگر مقتول از قوم دشمن شما بود در حالی که مسلمان بود، کفاره آن آزاد ساختن برده مسلمان است، و اگر مقتول از قومی بود که میان شما و ایشان پیمان برقرار بود، بر شما خونبهای است پرداخته شده به خانواده او، و نیز آزاد ساختن برده مسلمان. کسی که به این چیزها دسترسی ندارد، بر وی روزه 2 ماه متوالی از جانب خداوند به حیث توبت این شده است، و خداوند دانا و با حکمت است. و من یقتل مؤمنم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هر که مسلمان را عمدن بکشد جزای او دوزخ است، در آنجا برای همیشه بسر می برد. خداوند بر او خشمگین شده او را لعنت کرده و برای او عذاب بزرگ آماده ساخته است. الحياة الدنيا فإن
كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. ای مؤمنان، وقت در راه خدا قدم زدید یعنی سفر کردید، دقت کنید و به کسی که به شما برای نشان دادن مسلمانی خود سلام می دهد مگویید مسلمان نیستی، در حالی که مال و متاع فانی دنیوی را می جویید. در نزد خداوند غنیمت های فراوان وجود دارد. خود شما نیز پیش از این چنین بودید و خداوند بر شما منت گذاشت. اکنون دقت کنید، حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاه هست. آن مسلمانانی که می نشینند یعنی از جهاد خود را کناره می کشند، در حالی که مزرعه هم ندارند، با کسانی که به مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند مساوی نیستند. خداوند برای کسانی که به مال و جان خود جهاد می کنند نسبت به کسانی که نشسته اند یعنی از جهاد کناره گرفته اند درجه برتری داده است. خداوند برای همه شما وعده پاداش نیک کرده است، ولی مجاهدان را نسبت به کسانی که نشسته اند یعنی از جهاد کناره گرفته اند با مزد بزرگ برتری داده است. درجاتی که از جانب او عطا شده همراه با آمرزش و مرحمت است و خداوند آمرزگار و مهربان است. آنان که بر خود ستم کرده اند چون فرشتگان جانشان را می گیرند و ایشان می گویند شما در چه حالی بودید؟ آنان می گویند ما در روی زمین ناتوان و مظلوم بودیم. فرشتگان می گویند
آیا زمین خداوند فراخ نبود تا شما در آن هجرت می کردید؟ آنان جایشان دوزخ است و چه بد سرانجامی است. مگر ناتوانان از مردان و زنان و کودکانی که نه وسیله دارند و نه همراه را می‌یابند. چون این مردم امید است که خداوند از ایشان عفو کند و خداوند عفو کننده و آمرزنده است. و کسی که در راه خدا هجرت می کند در زمین جاهای بسیار و گشایش می یابد. اگر کسی از خانه خود به حیث مهاجر در راه خدا و پیامبر او بیرون شود و سپس مرگ به سراغش بیاید، حقا که مزد او بر خداست و خداوند آمرزگار و مهربان است. و اذا ضربتم فی الارض فلیس هنگامی که در زمین به مسافرت پرداختید، بر شما گناه نیست اگر نماز را کوتاه خواندید، در صورتی که از این طرز داشتید که کافران شما را به فتنه می اندازند. بیگمان کافران برای شما دشمن آشکارند. Yeah.
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ و انگامی که تو در میانشان باشی و نماز را برایشان برپا کنی، باید یک دسته از ایشان با تو به نماز ایستاده شوند و اسلحه خود را بگیرند. هنگامی که آنان سجده یعنی نماز خود را به پایان رسانیدند، در عقب شما عقض موقع کنند و آنگاه دسته دیگر که هنوز نماز را ادا نکرده اند بیایند و نماز را با تو ادا کنند و باید امنیت و سلاح خیش را بگیرند. کافران می خواهند که اگر شما از سلاح و مهمات خیش غافل شوید، بر شما به یک بارگی حمله کنند. اگر به شما اذیت از باران و یا مریضی باشد، بر شما گناه نیست که سلاح خود را بگذارید، ولی امنیت خود را بگیرید، حقا که خداوند برای کافران عذاب اهانت‌آمیز را آماده کرده است. و هنگامی که نماز را ادا کردید، پس خداوند را در حال ایستاده، نشسته و افتاده بر پهلوی خیش یاد کنید. اما چون ایمان شدید، نماز را به صورت معمول برپا دارید. بیگمان نماز بر مسلمانان در اوقات معین آن فرض است. و در تعقیب این مردم سستی مکنید. اگر شما دردمند می شوید، ایشان نیز دردمند می شوند، به همان گونه که شما دردمند می شوید. اما شما از خداوند چیز را امیدوار هستید که ایشان امید ندارند و خداوند دانای با حکمت است. لتحكم
ما به تو کتاب را به حق فرو فرستادیم تا بین مردم مطابق به آنچه خداوند تو را آگاه ساخته حکم کنی و از کسان مباش که از خیانتکاران حمایت می کنند. و از خداوند آمرزش بخواه، حقا که خداوند آمرزگار مهربان است. از جای کسانی که به خود خیانت می کنند مجادله مکن، حقا که خداوند کسی را که خیانت پیشه و گناهکار باشد دوست ندارد. ایشان این خیانتها را از مردم پنهان می کنند ولی از خدا پنهان نمی کنند، در حالی که چون در مجالس شبانه خیش به حرفهای ناخوشایند می پردازند. خدا با ایشان است و خداوند به هر عملی که آن را مرتکب می شوند احاطه دارد. درست است که شما از جای ایشان در زندگی این دنیا مجادله می کنید، پس کیست که از جای ایشان در روز قیامت در برابر خداوند مجادله کند؟ یا کیست که برای ایشان کارساز باشد؟ هر کسی که کار ناشایسته ای را مرتکب شود یا بر خود ستم نماید و بعداً آمرزش خدا را بخواهد، خداوند را آمرزگار مهربان می‌یابد. و من یکسب اثماً فإنما یکسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. و کسی که گناهی را مرتکب شود زیان آن به خودش می رسد و خداوند دانای با حکمت است.
کسی که مرتکب خطا و یا گناه شود و آن را بر آدم بی گناه تهمت زند، پس او واقعا آن تهمت و آن گناه آشکار را به دوش گرفته است. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر تو نمی بود، واقعا گروه از ایشان در صدد آن بودند که تو را گمراه کنند. اما در حقیقت ایشان جز خیشتن کس دیگر را گمراه نمی کنند و به تو کمترین زیان عاید کرده نمی تواند. خداوند بر تو کتاب و حکمت را فرو فرستاده و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و فضل خداوند بر تو بزرگ است. در بسا از گفتگوهای محرمانهشان خیر نیست، مگر آن که کس به صدقه یا عمل نیک یا مصالحه بین مردم امر کند و کسی که این کار را برای طلب رضای خداوند می کند، به زودی برای او مزد بزرگ خواهیم داد. و هر که با پیامبر مخالفت کند، بعد از آن که برای او راه راست روشن شده است و راه جز راه مسلمانان را پیروی کند، او را به همان راهی که برگزیده است وا می گذاریم و به دوزخش می اندازیم. و چه بد سرنوشته است دوزخ! قَالَ لَنْ
حقا که خداوند این را که به او شرک آورده شود نمی آمرزد، ولی سوای شرک هر عملی را که بخواهد می آمرزد، و کسی که به خدا شرک آورد بیگمان بسیار گمراه شده است. مشرکان نیایش نمی کنند مگر زنان را، یعنی بتان را که به نام زن نام گذاری کرده اند، و نیایش نمی کنند مگر شیطان سرکش را. لعنه الله، و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خداوند او یعنی شیطان را لعنت کرد و گفت بیگمان من از بندگان تو تعداد معین را میگیرم. قطعا من ایشان را گمراه می کنم و من ایشان را بر آرزو فریفته می سازم. به ایشان امر می کنم تا گوش های چهار پایان را بشکافند و به ایشان امر می کنم تا آفرینش خدا را تغییر دهند، و هر کسی که شیطان را به عوض خدا دوست بگیرد حقا که زیان آشکار را مرتکب شده است. شیطان به ایشان وعده می دهد و ایشان را به آرزو فریفته می سازد و شیطان به ایشان جز فریب وعده نمی کند. این فریب خورده ها جایگاهشان دوزخ است و از آن گریزگاه نمی یابند. ولی آنان که ایمان آوردند و کارهای نیکو نمودند به زودی ایشان را به بهشتهای داخل می کنیم که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آنجا جاودانه به سر می برند. وعده خداوند حق است و کیست که در سخن خیش از خدا راستگوتر باشد؟
کار نه بر وفق آرزوهای شماست و نه هم بر اساس آرزوهای اهل کتاب. کسی که کار ناشایسته انجام دهد مطابق با آن مجازات می شود و برای خود جز خداوند دوست و مددگار نمی یابد. کسی که کارهای نیکوی انجام دهد خواه مرد باشد و یا زن و صاحب ایمان هم باشد، پس چنین مردم به بهشت داخل می شوند و به ایشان کوچکترین ستم نمی شود. و من و کیست نیکوتر در دین خود از کسی که تمام هستی خیش را به خدا تسلیم کرده و در این حال نیکوکار نیز هست و از آیین خالص و پاک ابراهیم پیروی می کند. خداوند ابراهیم را به حیث دوست گرفت. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا است و خداوند به همه چیز احاطه دارد. و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. از تو درباره زنان می پرسند. بگو خداوند به شما در کتاب که تلاوت می شود در مورد رعایت حال ایشان سفارش می کند و نیز در مورد زنان یتیمی که به ایشان حقوق معین شده ایشان را نمی دهید و می خواهید ایشان را نکاح کنید و نیز در مورد کودکان ناتوان و این که در مورد یتیمان عدالت را برپا دارید و
و هر عمل نیکویی را که انجام می دهید حقا که خداوند به آن دانا هست. و این امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اگر زن از رفتار زشت و یا ناراحتی شوهرش بترسد، بر ایشان گناه نیست که در بین خیش به گونه مصالحه کنند و صلح بهتر است، هرچند در نهاد انسان از همیشه وجود دارد، ولی اگر از احسان کار بگیرید و پرهیزگاری نمایید بهتر است، حقا که خداوند به آن چه می کنید آگاه است. ولن تستطیعوا تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا هرگز نمی توانید بین زنان عدالت کنید و هرچند به آن از دل و جان بکشید، از این رو از همسر خود طور روی مگردانید که وی را بمانند زن در حال تعلیق قرار دهید. اگر راه اصلاح و پرهیزگاری را پیش گیرید، حقا که خداوند آمرزگار مهربان است. و این یتفرقا یغنی الله کلا من سعته و کان الله واسعا حکیما. و اگر زن و شوهر از یک دیگر جدا شوند، خداوند هر کدام را به اساس گشایش خیش بی نیاز می سازد و خداوند گشایشگر با حکمت است. و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و لقد وصینا للذین اوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. بیشک اهل کتاب را پیش از شما و نیز شما مسلمانان را توصیه کردیم که از خدا بترسید، اما اگر کافر شوید بیگمان هر چیزی که در آسمان ها و زمین است از خدا است و خداوند بی نیاز و ستوده است. و السماوات وما في الأرض
و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا است و خداوند در کارسازی بسنده است. اگر بخواهد شما را ای مردم از بین میبرد و مردم دیگر می آفریند و خداوند بر این کار قدرت دارد. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة و کان الله سمیعا بصیرا. کسی که پاداش این دنیا را می خواهد در نزد خداوند پاداش دنیا و آخرت هر دو مهیاست و خداوند شنوای بینا است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او ای مؤمنان، بر انصاف استوار و برای خدا گواه باشید، اگرچه به ضرر خود شما یا پدر و مادر شما یا نزدیکان شما باشد، اگر توانگر و یا نادار باشد، خدا به ایشان به هر حال سزاوارتر است. از این روی به پیروی هوای نفس خود از عدالت سرپیچی نکنید و اگر شما گواهی را طور به دهان خود بپیچانید که حقیقت پوشیده بماند یا از ادای گواهی روی برگردانید، بدون شک خداوند بر آنچه می کنید آگاه است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أي مؤمنان، بخدا وپیامبرش و به کتابی که به پیامبرش نازل گردانیده و نیز به کتابی که پیش از این نازل کرده است از صدق دل ایمان آورید و هر کسی که از خدا، فرشتگان، کتب، پیامبران او و روز آخرت انکار ورزد واقعا بسیار زیاد گمراه شده است.
کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند و باز بار دیگر ایمان آوردند و باز هم کافر شدند و سپس به کفر خود افزودند، خداوند هرگز ایشان را نمی آمرزد و هرگز ایشان را به راه راست هدایت نمی کند. با منافقان مژده بده بر این که بدون شک برایشان عذاب دردناک است. آنان که کافران را به عوض مسلمانان به حیث دوستان می گیرند، آیا نزدشان عزت می خواهند؟ در حقیقت عزت به تمام و کمال از آن خداوند است. واقعاً پیش از این به شما این حکم را در کتاب نازل کرده این که هرگاه بشنوید که از آیات خداوند انکار می شود و به آن تمسخر صورت می گیرد، با ایشان که مرتکب این عمل می شوند منشینید تا این که به سخن دیگر بپردازند، ورنه شما در این حال مثل ایشان هستید. حقا که خداوند منافقان و کافران همه را در دوزخ جمع می کند. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ
آنان که در کمین شمایند، پس به شما چون پیروزی از جانب خدا نصیب شد، گفتند آیا ما با شما نبودیم؟ اما اگر برای کافران پیروزی باشد، منافقان به ایشان میگویند آیا ما شما را به مبارزه در برابر مسلمانان سوق نمی دادیم؟ ما بر شما در مقابله با مسلمانان انگیزه نمی دادیم و از شما در برابر مسلمانان دفاع نمی کردیم؟ خداوند در میان شما در روز رستاخیز فیصله می کند و خداوند هرگز برای کافران راه یعنی تسلط بر مسلمانان قرار نمی دهد. بیگمان منافقان فکر می کنند که خدا را فریب می دهند، در حالی که خداوند ایشان را به شکل فریب مجازات می دهد و چون به نماز برخیزند با کسالت برمی خیزند، به مردم نشان می دهند یعنی ریاکاری می کنند و خداوند را یاد نمی کنند مگر اندکی. بین این و آن یعنی کفر و ایمان مترددند و صمیمی نیستند، نه با این دسته و نه هم با آن. بیگمان کسی را که خداوند گمراه می کند برای او هرگز راه نمی یابی. ای مؤمنان، کافران را به جای مسلمانان دوست نگیرید. آیا می خواهید در نزد خداوند الزام صریح بر خود وارد کنید؟ حقا که منافقان در طبقه زیرین آتشند و تو هرگز برایشان مددگار نمییابی. مگر آنان که توبه کردند، خیشتن را به صلاح آراسته ساختند و به دین خدا چنگ زدند و دین خیش را برای خدا خالص ساختند، پس ایشان با مسلمانانند و خداوند به زودی برای مسلمانان پاداش بزرگ می دهد.
خداوند شما را عذاب نمی کند اگر سپاس گذارید و ایمان آورید، و خداوند در برابر اعمال شما شکرگزار و به کارهای شما دانا هست.